سلام دوستان و همراهان گرامی، به کانال ما خوش اومدید. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب و زندگی بر وفق مرادتون باشه. یه سفر و یه ماجرای دیگر رو با هم آغاز میکنیم و اومدیم شهر تبریز. امیدوارم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. شهر تبریز شهری بزرگ در شمال غرب ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر بزرگترین قطب اقتصادی منطقه آذربایجان ایران می باشد. شهر تبریز با 244.51 کیلومتر مربع سومین شهر بزرگ ایران به لحاظ مساحت پس از تهران و مشهد محسوب می شود. تبریز یکی از طویل المدت ترین پایتخت های ایران بوده است. از جمله پایتخت اتابکان آذربایجان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، قره‌قوینوها و غیره بوده است. اکثر ساکنان تبریز آذری و به زبان ترکی آذربایجانی سخن می گویند. بسیاری از اولین های تاریخ مانند اولین چاپخانه، اولین سینمای عمومی، اولین کودکستان، اولین مدرسه کرولال های ایران، ادبیات نوین، نمایش نام نویسی به زبان فارسی و ترکی آذربایجانی و اولین خیابانی که در ایران دارای برق شد در تبریز بوده است. از این رو به عنوان شهر اولین ها مشهور است. از مکانهای جالب توجهی که در داخل مجموعه بازار تبریز قرار دارد، مسجد مجتهد یا 63 ستون است. مسجد مجتهد در سمت غربی بازار مسجد جامع تبریز و روبروی بازار نجاران قرار دارد. این مسجد یکی از مساجد قدیمی و تاریخی آذربایجان شرقی محسوب می شود. ساختمان مسجد در دوره قاجار و در حدود 250 سال پیش پس از تخریب در اثر زلزله ساخته شده است، اما تاریخ ساخت اولیه آن مربوط به حدود 450 سال پیش است. بنای مسجد منصوب به حاج میرزا باقر مجتهد است. نادر میرزا درباره این مسجد می نویسد: این مسجد را حاج میرزا باقر مجتهد امارت کرده و مخارج آن را متمولان تبریز متحمل شدند. صحن مسجد با فرش‌های دست‌باف ایرانی اصیل و گرانبها مفروش شده است. بازار تبریز مهمترین و بزرگترین بازار سرپوشیده قدیمی در سطح ایران و جهان به شمار می رود که در شهر تبریز و در ایران واقع شده است. این بازار مساحتی حدود 1 کیلومتر مربع دارد. بازار تبریز در مرداد ماه سال 1389 خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. شهر تبریز به جهت قرار گرفتن بر سر چهارراه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، این شهر و بازار را از رونق بسیار خوبی برخوردار کرده است. بازار حدود 3 قرن پیش
و پس از وقوع زمین لرزه تاریخی تبریز در سال 1193 هجری قمری توسط نجف قلی خان دنبلی حاکم وقت تبریز بازسازی شده است. تاریخ دقیق بنای این مجموعه مشخص نیست، ولی بسیاری از جهانگردانی که از سده چهارم هجری تا دوره قاجاریان از این بازار بازدید کرده اند درباره آن اطلاعاتی ارائه دادند. بسیاری از گردشگران و جهانگردان نظیر ابن بطوطه، مارکوپولو، جاکسن، حمدالله مصطفی و خیلی های دیگر از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کردند. بازار تبریز با داشتن 5500 باب حجره، مغازه و فروشگاه، 40 گونه شغل، 35 باب سرا، 25 باب تیمچه، 30 باب مسجد، 20 باب راسته و راسته بازار، 11 باب دالان، 5 باب حمام و 12 باب مدرسه به عنوان اصلی ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز و ایران شناخته می شود. از جمله این مجموعه می توان به بازار امیر، بازار حلاجان، بازار حاج محمد حسین، تیمچه مظفریه، راسته قیصریه و غیره اشاره نمود. هسته مرکزی شهر تبریز در داخل یک چهار ضلعی قرار گرفته و بازار تبریز در مرکز این چهار ضلعی واقع شده است. این بازار از سمت شرق به عالی قاپو مجموعه کاخهای ولیعهد نشین و از سمت غرب به مسجد جامع محدود شده است. نخستین نقشه از بازار تبریز در سال 1327 هجری در بخشی از نقشه دارالسلطنه تبریز و به دست اسدالله خان مراغعی ترسیم شده است. نقشه این بازار در بخش شمال شرقی نقشه مذکور رسم شده و اکثر جاهای مهم آن نظیر تیمچه ها و کاروانسراها در این نقشه نامگذاری شدند. از مهمترین اجناس مورد داد و ستد در این بازار فرش دست باف، کیف و کفش چرم، محصولات گیاهی و دارویی، ادویه، پارچه و خیلی از محصولات دیگر است و بیشتر حال هوای بازارهای سنتی را دارد. در یک کلام می توان گفت در بازار تبریز چیزی به عنوان نیست و نداریم وجود ندارد. ساختمان قدیمی بازار تبریز تخریب شده است و سازه که امروز شاهد آن هستیم به اواخر دوران زندیه و اوایل قاجار تعلق دارد. طراحی این بازار یک مهندسی بی‌نظیر به حساب می‌آید. ظاهر بیرونی بازار با بافت شهری هماهنگی کامل دارد. در حقیقت می‌توان گفت که انگار یک ساختمان کاملاً معمولی است و تفاوتی با سایر بخش‌های شهر ندارد. در ساخت این بنا از معماری ایرانی به درستی استفاده شده است. استفاده از دیوارهای آجری قطور باعث می شوند تا این بازار به نوعی عایق حرارتی داشته باشد. در بالای هر گنبد یک نورگیر تعبیه شده است.
این نورگیرها علاوه بر تأمین نور داخل بازار، وظیفه تهویه هوا را نیز بر عهده دارند. بازار تبریز علاوه بر وسعت، با داشتن ظرافت تزئینات و کیفیت مصالح به کار رفته در آن، از نظر تفکیک فضا نیز یک هنر معماری به حساب می آید. Thank you.
Come on, down.